اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحث سری این بود که در معراج که چی صحبتهایی شده، یک مقدار در جلسه گذشته عرض کردم. حالا شاید مطالب در معراج زیاده، نمیشه که امر اینجا صحبت کنیم. مطالب فلسفی داره، مطالب علمی داره، جهات گوناگون داره مسئله معراج. فقط اون چیزایی که برای اکثر ما و شما خیلی مفیده و باید یک کمی بیدار شیم، همون را امروز هم اگر شدم این را صحبت میکنیم. و حضرت سوال در این روایت داره، طبق به اساس این روایت حضرت سوال کرد که حال آخرت کیه، و برایش همون جا وای شد که حال آخرت کیه. نگه حال آخرت کسانی هم که در آغاز نعمت ها حمد خدا میگویند، در هر موقعی که اینا نعمت به اینا میرسه، اگر غذا میخورند، لباس نه، و هر نعمتی که به اینا میرسه الحمدلله میگن، و در پایان اون نعمت شکر او را به جا میآورند. دعای اینا در پیش خدا مستجاب است و تقاضایشان هم شنیده میشه. خدا تقاضای اهل آخرت را قبول میکنه و ملائکه از وجود آل آخرت مسرورن که اینا در دنیا هستن. یعنی ملائکه به افتخار میکنن به متدینین، به مؤمنین صالح. مردم در نزد آنها مردم غافل پیش اونا مثل مردگانن، و خداوند نزد آنها حی و قیوم و کریم است، همیشه به فکر خداین. همتشان انچنان عالی است که بغیر خدا نظر ندارن. مردم در وهم خود یک بار می میرن، اما آل آخرت به خاطر جهاد با نفس و مخالفت هوا هر روز 70 بار می میرن و زندگی این تازه پیدا می کنن. می بینین واقعش همی طوره. کسانی که با خدا هستن و آل آخرتن، اینا مثل حیوان نیه. حیوان اگر اله کنی در چیز، در یک باغچه گل ارچ که باشه میخوره، سبزه ها را میخوره، علفای ارزه را میخوره، گلهای قیمتی خیلی خوب را میخوره، ارچ که گیرش میایه میخوره. ای در خوردن هیچ قید و قیود نداره حیوانات. در جنگل باشن اگر بخواین درندگی کنن، حمله میکنن. هر حیوان یا انسان، هر زندجانی که به گیرشان بیایه او را میدره و میخورن. فقط مسئله زور. در جنگل قانون جنگل زور، هر کس که زور بود دیگری را میخوره. در امی فیلم ها بعض اوقات میبینین، یک وقت در یک فیلم یک مار بزرگ آمد، خیلی بزرگ بود، هم طولش دراز بود و هم قطرش خیلی بود، که یک دفعه یک مار بزرگتر پیدا شد، به یک حمله او را گرفت و تمام شره به شکم خود درون کرد. جنگل هر کس که زورتر و قویتر بود میگیره، هیچ حد و حدودی نیه. حیوانات ریزه را میخورن، حیوانات بزرگ را میخورن، گای فیلای کوچک همی شیرا میدره، شتر را میخورن. مثلا بچه های حیوانات به چای ریزه را میخورن. این قانون جنگ حیوانات هست. اما مومن قسم نیه. المومن و ملجم، مومن دارای لجام، لگام، قیزه بدنشه. ببین بدن اسب قیزه مندازن که به امو طرفی که صاحب اسب میخواه به امو طرف بروه، دیگه طرف نروه. اگر در جای خطره که میخواهید آن یه اسب برو بین گود، اون صاحبش موازه بشیه، قیزه را کش میکنه که نروه. این قیزه بدن اسب هست، همه ما شما میبینیم. در حدیث داره که المومن و ملجم، مومن هم دارای لجام، قیزه بدنشیه، قیزه دین. او نمیتوانه مثل حیوانات هرچی که دلش میخواهید و کار بکنه. تسلیم غرائز جنسی خود شوه، تسلیم غرائز شهوانی خود شوه. هرچی که خاص مال مردم بود خورد، از هر کس که بود
چون سگ درنده گوشت یافت نپرسد که این شتر صالح هست یا خر دجال. برای زو یکیه، برای سگ درنده یکیه، چی شتر حضرت صالح باشه یا اولاغ دجال باشه، همه رو میخوره، گوشت گوشت دیگه، حلال و حرام نداره برای او. انسان انسانای بد همی قسمه، انسانایی که تابع غرایز خودن بیدینن یا دین بسیار ضعیف دارن، این همی قسمه، در هیچ چیز خود حدود مراعات نمی کنن، هرچی گیر شامت می خوره، هرچی به دهن شامت می گه، هر کاری که دلش خواست انجام می ده. ای یک قسم انسانه، یک قسم انسان دیگری قیزه به دهنشه، خود کنترل میکنه، به غیبت رسید حرامه ترک میکنه، به دعا و مناجات رسید، به ارشاد مردم رسید، نه اونجا صحبت میکنه، چشمش کجا را ببینه کجا را نبینه، دستش چیکار بکنه و چیکار نکنه، پایش به کجا برو و به کجا نرو، حتی بعضی خطورات قلبی خود کنترل میکنه. خیلی سخته که انسان همیشه خدا را ناظر بدانه و غرایز خود کنترل کنه، در جاهایی که خدا اذن داده در اموج غرایز خود اعمال کنه، زائد بر او نه، دندان روی جگر بگذاره. ای همیشه مردنه، میگه بندگان آخره، هر کس در این معراج، حدیث معراج، هر کس یک مرتبه در دنیا میمیره مگر اهل آخرت، که اینا هر روز 70 بار میمیرن. واقعا جلوگیری غرایز در جایی که دل انسان میخواه، خشم و غضب یا شهوت بر انسان غالب شده و میخواه مثل حیوانات عمل کنه، بعض عقل بیایه و ای غلیزه را کنترل کنه، ای را از خشم پایین بیاره و خود کنترل کنه با او غضب یا با او شهوت، ای واقعا شبیه مردن. میگفتاد بر میمیرن و دوباره زنده میشن. تکامل خیلی سخته. شما دست خود بگیرین به چیز بریسمان، از 100 متر خود ایله کنین، به سرعت میرسین. این تنزل رفتن به پایین خیلی آسانه، یا بعضی کوهای هست که خیلی لخشه، لخشه. در قندارم یک جای بود، ما جوان بودیم میرفتیم، از اونجا خود رها میکردیم به پایین، به 1 دقیقه او بالا بالای کو نمودیم پایین، خیلی آسانه، تنزل آسانه، کاری نداره. اونی که مشکل ترقی بالا شدنه، شما بالای کو بالا میشین چقدر زحمت داره، چقدر نفس میکشین، آدم خسته میشه، نمیت به دلقای خود رفتن نمیتوانه. بالا رفتن خیلی مشکله که آدم به طرف انسانیت بروه، به طرف اخلاق بروه، به طرف کمک به مردم بروه، با بیچاره ها و مسکینا یک امکاری کنه. این خیلی سخته، اما آدم اگر تسلیم شهوت های خود شوه، مثل حیوان به سراشیبی میره، سراشیبی خیلی آسانه دیگه، اما تو که خود ویل کردی خود به خود میری دیگه. این آسانه که آدم هرچی دلش میخواهی و کار انجام بده، منتها عاقبتش خیلی خطرناکه. یعنی تو که اینجا خود انسان ویل میکنه و آیسته آیسته تنزل میکنه، این به همی حرکت میره میره تا بین جهنم میره دیگه، پرت میشه. اما بعد رفتن به طرف انسانیت، به طرف اخلاق، تمایلات عالی انسانی، مراعات کردن وظایف اجتماعی و عدالت اجتماعی، اینا بسیار سخت. مخالفت کردن با غرایز واقعا جهاد اکبره، واقعا جهاد اکبره. اونا یک دلشکریه رفته بودن به جنگ،
خب جنگ سخت دیگه، جای کشتن زخمی شدن که برگشتن. پیغمبر اکرم در یک حدیث داره که فرمود خوش به حال مردمی که از جهاد اصغر برگشتن، جهاد کوچک کوچک خود انجام دادن، جهاد بزرگشان مانده. حس کردن یا رسول الله جهاد بزرگ، این مگر این بزرگ نبود؟ جانای ما همه در خطر بود، یک عده کشته شد زخمی شد، با چی زحمت تا که آمده؟ گفت نه، جهاد اصغر بود، جهاد اکبر بود که انسان هوای نفس خود کنترل کنه. این جهادی که در میدان جنگ انسان میره دو روز، سه روز، چهار روز، یک ماه بعد پس میآید. اما این جهاد اکبر که 150 سال عمر کنی، در هر روز طبقی که در یه حدیث داره 70 مرتبه باید خود کنترل کنی، در بازار خود باید کنترل کنی، در خوردن خود کنترل کنی، با مردم حرف میزنی باید خود کنترل کنی که غیبت نکنی، دروغ نگویی، توهین نکنی، اسرار مردم فاش نکنی، به طرف زنها نگاه نکنی، چشمت به مال مردم نباشه، را میری باید مواظب باشی که بالای زمینه غصبی مردم را نروی، در را رفتن خود به او سرعت نروی که پیره مردا و پیره زنایی که بین بازار و کوچه به اونا بخوری و اونا بیفتن. به هر قسمی که میشه مثلا در مقابل استیزای مردم استیزا نکو، عیب نمی کنن، تحمل کو، توقعات به جای مردم تحمل کو، خیلی سخته این بالا رفتنه، بالا رفتن خیلی سخته. شما نیم ساعت به طرف بلی کو بالاشن برین، به نفس نفس میفتین، ولی پایانش خیلی شیرینه. اونایی که در دنیا بتوانن مقاومت کنن پایانش شیرینه. جنات تجری من تحت الانهار رضوان من الله اکبر، بالاتر از بهشت رضوان، رضای خدا. لذا در دنیا میبینیم که اکثر ما ناکام میشیم، شکست میخوره. یک عده خاصی هستند که اونا مردان خداین، مردان آخرتن و امید زحمت ها را قبول میکنن و نفس خود از عوض ها جلوگیری میکنن. بله، هنگامی که برای عبادت در برابر من نیستن، نماز میخوانن، روزه میگیرن، حج میرن، زکات میدن، مانند بنیان مرصوص بسیار و سد فولادین مثل کانکریت و در دل انعاد توجهی به مخلوقات نیست. یعنی وقتی که به نماز میآیند عاشقانه صحبت میکنن با من، مستغرق من، مثل که دیوار کانکریتی کشیده شده که غیر از خدا هیچ چیز دیگر نمیبینن، نه صدا را میشنون، نه آرزوا به دلشان آید، فقط با خدا صحبت میکنن. این نمازایی که ما و امثال ما میخوانیم این همه طوره که گفتیم الله اکبر، فکر ما به طرف شغل ما میره، همون چیزایی که به یاد ماه، با مو عالم استم و استم و یک دفعه میگیم السلام علیکم و رحمت الله، او وقت دیگه از او افکار راحت میشه، کلی نماز ما به امی فکرها میگذره. نقل میکنن دیگه والله والعالم، من نمیدنم که صحیح یا نه. دو برادر بودن، یک برادر خیلی از نظر علمی مقامش بلند بود، برادری کوچیک نه مثل او برادر بزرگ خود از نظر علمی او مقدار نبود، ولی صاحب حال بود، به اصطلاح از صاحبان قال نبود، صاحبان حال بود، ریاضت داشت. این برادر کوچیک پشت سر برادر بزرگ خود نماز نمیخواند. یک روز به مادر خود او برادر بزرگ شکایت کرد، گفت که مادر این پسر عقیب سر من نماز نمیخوانه، نماز خود فرادا میخوانه، مثلا مردم چی میگن؟ میگن آیا ای که برادرش یا بخانه
خبر دار از حال شعیری خیلی آدم بده باشه که این برادر کوچکش پشت سر برادر بزرگ نماز نمیخونه. این نصیحت کو. این مردم به ما گمانای بدی زیاد میکنن. مادر سفارش کرد و گفت پسر راست میگه برادر بزرگت، برو به مسجد گرفتی عقب سر برادر بزرگ خود نماز بخون. مردم وادار نکو که به این برادر اتهام ببنده که آی در خانه چکارای بدی میکنه. خب بالاخره گفت خب مادر میرم میخونم. نمیدونم که نماز زور بود یا نماز عصر بود که ای آمد و اقتدا کرد و در اثنای نماز از نماز بیرون شد، از جماعت ترک کرد، رفت او طرف دور ایستاده شد، شروع کرد به نماز خواندن. بعد ای امام جماعت فهمید، برادرش فهمید، آمد به خانه گفت به مادرش گفت مادر ای برادر امروز از هر روز بدتر کرد، دیگر روزا قدن از اول عقیب سرم نماز نمیخند، امروز که نماز خانده در اثنای نماز نماز خود قطع کرد، رفت او طرف دور نماز خود جدا خند. میبینی که ای دو آمد دشمنی در عمده نیکارار میکنه. و برادرش گفت که مادرش که چرا این کار کردی امروز پسر؟ گفت مادر من یک دفعه متوجه شدم که این برادر ما در بین دریای خونه، این رفته در بین دریای خون رفته، من دیدم که این که به دریای خون باشه من نمیتوانم که پشتر جای نماز بخوانم، من یک باید آدم پشتر کسی نماز بخوانم که آدم به دریای رحمت و نور ببره، این به دریای خون بود، بین خونه را میرفت. لذا من درم نخواست که نماز خبایی اختدا کنم، نماز خدا قطع کردم بفرم جدا خواندم. این صاحب حال بود. بعد برادرش فکر کرد گفت راست میگه، گفت برادرم راست میگه، پیش از نماز یک زن آمد از ما از مسائل خون حیض سوال کرد، مسئله از واقعا مشکله، فروعات خیلی زیاد داره، بسیار مشکله. گفت این مسئله را از من سوال کرد، جوابش را گفتم، ولی در نماز باز به من فکر همون مسئله رفتم که ای آیا فتوایی که من دادم به این درست بود نبود، این احتمال بود او احتمال بود. گفت من به همین فکر بودم، به همون خونی هست. ها گفت برادرش گفت پس اونم اوی دیگه، من که نماز پوستر تو نخوندم اونم بود، دیدم تو او باطنش درک کرده بوده. گفت شما را دیدم در دریای خون بودی، ما دلم نخواست نماز پشت سر تو بخوانم. این نمازای من اینمی قسمه، از چیکی یا یک مسئله شرعی میشه یا دکانداری یا نمیدانم که در دفتر یک مشکلی داره یا بخانه پسر مریضه، آدم الله اکبر میگم نماز میخوانم و فکرش او طرف. این نماز مرده، این نماز مرده. نماز زنده قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نماز خشوع و خضوع داشته باشه، حضور قلب داشته باشه که چی میگه و در برابر کی ایستادی. این نمازای من نمازای مرده، نمازای مرده، به درد نمیخوره، ثواب زیاد نداره. یعنی لذا در این حدیث معراج بندگان آل آخرت کسانی هن که وقتی که به نماز ایستاده میشن همچون بنیان مرسوس و سد فولادین هن و در دل هن آد توجهی به مخلوقات نیست، فقط به خدا فکر میکنه و دیگه چیز فکر نمیکنه. به عزت و جلالم سوگند، من به عزت خود سوگند میخورم، به عزت و جلال خود قسم میخورم که من آنها را حیات و زندگی پاکیزه میبخشم، من زندگانی پاکیزه و طیب، لنحیینهم حیاتا طیبه، من به اونها زندگانی بسیار پاکیزه را میدم. و در پایان عمر
خودم قبض روح انعامی کنم. نگه اینا چون بندگان من در دنیا خاص به ما بودن، به مخلوقات توجه نداشت. ما در موقع مردن به اسرائیل نمیگم برو او را قبض روح کن، به ملائکه زیر دست ملائکه اسرائیل نمیگم که برو این قبض روح کنید، خودم او را قبض روح میکنم، مثل یک عاشق که عقب معشوق خود آمده. در قرآن در مورد قبض روح انسانا هر ست آمده: الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، کسانی را که ملائکه فرشته ها قبض روح میکنن. این ملائکه ها کدوم ملائکه هاین؟ قبض روح را که یک نفر نمیتوانه. در شرق و غرب عالم به امی دقیقی که در کابل یک نفر فوت میکنه، در امی دقیقه در امریکا، در اروپا، در آسیا، جای دیگر هم در امی دقیقه فوت میکنه. یک نفر که رسیده نمیتوانه. ملائکه زیاده، لشکر اسرائیل، جبرائیلم که واهی میاره تنها نیه، دیگه ملائکه هم رایشیه. اینا رئیسای شانه ای اسرائیل، این که میگن قبض رو میکنه، این رئیس و سردسته ملائکه که انسانها را قبض روح میکنه. الذین تتوفاهم الملائکه، اینجا از ملائکه نام برده شده. یک جای دیگه از خود چیز نام برده میشه اسرائیل: قل یتوفاکم ملک الموت الذی اوکل بکم، شما را فرشته موت قبض روح میکنه، که همی اسرائیل باشه. ملک الموت الذی اوکل بکم، که موظف ای کار شده. اینجا به اسرائیل نسبت داده شده، در یک جای دیگر به خدا نسبت داده شده: الله یتوفى الانفس حين موتها. پس اونایی که قبض روح میکنن، این مردمی که میخواین بمیرن، سه دسته این. یک دسته را ملائکه ها میرن قبض روح میکنن، اونا میرن دستور میگیرن از اسرائیل، میرن اونا را قبض روح میکنن. یک دسته دیگر اسرائیل میای قبض رو میکنه، یک عده از خاصان هم هست که اونا را خداوند قبض روح میکنه. این سه قسمی که من گفتم در قرآن داره، یک معنای دیگه هم داره که ملائکه فاعل قریبه، اسرائیل فاعل متوسطه، خداوند فاعل بعیده. استناد فعل از نظر فلسفه ام به علت مباشر درسته، ام به علت متوسط، ام به علت بعید. یک فعل انسان به سه نفر نسبت میده. این توجیه دیگریه برای این سه آیه. ما به شما میگم این کاغذ بین آتش بند است، شما انداخته. میگم این کاغذ کی سوزند؟ میگم آتش. درسته، آتش علت مباشره. میگم این آتش کی سوزند؟ میگم اینا می آقا گریفندخ بینی آتش. اینم درسته. میگم کاغذ کی سوزن؟ میگم ما. یعنی من چون گفت بایی آقا گفته بودم که بندد بینی آتش. ممکنه که او قسم باشه آیت، ممکنه که این قسمی که امروز میگم باشه. براخره طبقی حدیث والله العالم، سندش معتبر نیه ولی مزامینشان خیلی خوبه، میگه بعضی اوقات میشه که خود خدا قبض روح میکنه. چقدر به این بنده مورد توجه واقع میشه. متقین، بندگان کامل خدا چقدر مورد توجه واقع میشه که میگه من خودم این قبض روح میکنم. چقدر لذت داره، چقدر لذت داره. در آن نفس که بمیرم به آرزوی تو باشم، بدن امید دیم جان که خاک کوی تو باشم، علی سبای قیامت که سرز خاک برارم، به جستجوی تو خیزم، به گفتگوی تو باشم. خدای تبارک و تعالی
به ما و شما توفیقی این مراحل حتا بفرمایه. والحمد لله رب العالمین.